حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن با ماست. آقای قاضیان خیلی خوش آمدیم به برنامه. تکنولوژی با سرعت پیش میره و از نهادهای مهمی مثل آموزش هم جلو میزنه. در این شرایط این بازماندگی نهادها از تکنولوژی چه تبعاتی داره؟ همونطور که خودتونم اشاره کردید، ما اینجا با پدیده‌ای روبرو هستیم که معمولا تحت عنوان تأخیر فرهنگی یا تأخر فرهنگی یا پسافتادگی فرهنگی ازش یاد میشه. یعنی اینکه شتاب تحول تکنولوژی بیشتر از تحولاتی است که در حوزه فرهنگ و در حوزه نهادها صورت میگیره. الان با آمدن تکنولوژی‌های اطلاعاتی ارتباطی، یعنی ITC، این تحولات و شتابشون بیشتر شده نسبت به اون نوع از تکنولوژی‌های نسبتاً ساده‌ای که ما در آغاز صنعتی شدن و در اواخر حتی دوره صنعتی شدن داشتیم. شتاب اینا بیشتره، بنابراین این شکاف فرهنگ یا پسافتادگی فرهنگ نسبت به این تحولات بیشتره. این خودش اتفاقا در آموزش هم نشون داده. خب یکی از چیزهایی که به بار آورده، یعنی اون پیامدهایی که شما دنبالش هستید، در حوزه یادگیریه. چون این نوع از تکنولوژی‌های جدید شتابناک میکنه ریتم زندگی رو و از جمله ریتم یادگیری رو. وقتی این شتاب هست، اون وقتی که اون نهادهای آموزشی جدید، اون نوع محتوای آموزشی جدید، ابزارهای آموزشی که استفاده میشه، مثلا متن کتاب، دیگه اینقدر از اون شتابی برخوردار نیست که دانش آموزان امروزی که در جهان دیجیتال پا به میدون گذاشتن بتونن باش همراه بشن، چون اونا با یک ریتم دیگری از زندگی دارن زندگی میکنن و اون وقت این کتاب و این ابزار آموزشی دیگه با اونها همراه نیست. حتی وقتی یک فرض کنید نوار به اصطلاح صدا رو میخواد، صوت رو میخواد، یک فایل صوت رو میخواد گوش بدن، با سرعت بیشتری گوش میدن، نه با سرعت معمولی. این شتابناکی به سطح و عمق یادگیری هم مربوطه، یعنی اون شتاب یادگیری رو سطحی تر کرده و از عمق کم کرده. این هم مسئله دیگری است که باید بهش اضافه کرد، اضافه بر این که تمرکز رو کم کرده. یعنی اندازه تمرکزی که ما روی یک متن، روی یک صفحه میتونیم داشته باشیم فوق‌العاده کم کرده و هر سه اینها آثار آموزشی زیادی داره، غیر از جنبه‌های دیگری که به مسئله فرهنگ، مسئله اجتماعی شدن و یادگیری های اجتماعی برمیگرد که اگر فرصت شد بتونیم به اونها بپردازیم. آقای قاضیان، میدونیم که دولت ها تلاش هایی کردند و میخوان که این شتاب تکنولوژیک رو کنترل بکنند. این کنترل دستوری با تغییر قوانین به نظر شما کارساز هست یا نه؟ در این شرایط چاره چیست؟ ببین، ما با مسئله ساده‌ای روبرو نیستیم و راه حل ساده پیش رو هیچ کس نیست، هیچ جامعه‌ای. اولین مسئله اینه که منشأ این مشکلاتی که به وجود آمده برای مسئله آموزش و یادگیری رو نمیشه از بین برد و اون عبارت است از تحول خودجوش و شتابناک تکنولوژی‌های اطلاعاتی ارتباطی. این رو نمیشه کنترلش کرد، بنابراین این وجود داره به عنوان منشأ مشکل. اولین راه حلی که به نظر دولت رسیده ممنوعیته، بعد اینکه هنوز آماده نیست از لحاظ نهادی که بتونه با این تحولات با انعطاف کافی برخورد کنه و جزئیاتش رو مورد نظر قرار بده. دومی که این مسئله یه راه حل جهانی نداره، راه حل‌ها نه تنها کشوری بلکه حتی محلی است. یعنی در یک جای معین بنا به اندازه حضور تکنولوژی، سطح درآمد، میزان دسترسی و دیجیتالیزه شدن فضای زندگی ممکنه راه حل‌های متفاوتی وجود داشته باشه و علاوه بر اینکه اینا باید محلی باشه و به اصطلاح مرتبط باشه با جایی که آدم‌ها زندگی می‌کنن، مسئله دیگه سطح تصمیم‌گیری یا تصمیم‌گیرانه. چه کسی باید در این زمین تصمیم بگیره؟ آیا دولت‌ها، دولت‌های مرکزی، دولت‌های محلی، مدارس باید تصمیم بگیرن یا والدین؟ کدومی از اینا حق دارن یا قادر هستن که این تصمیمشون رو اجرا بکنن که بتونن جلوی این مشکلات رو بگیرن؟ پس ما با مسئله ساده‌ای روبرو نیستیم. علاوه بر اینکه همونطور که گفتم، این هر کدوم از این تصمیمات بر فرایند آموزش هم تأثیر می‌ذاره. چون اون سه تا نکته‌ای که در مورد تأثیر این تکنولوژی روی آموزش گفتم اونجا هم ظاهر میشه، چون بخشی از کنترل خانواده‌ها از بین رفته. قبلا اونها منشأ اولیه اجتماعی شدن افراد بودن، ولی امروز بسیاری از این منابع اجتماعی دست خانواده اومده به دست رسانه و از طریق تلفن همراه که رسانه رو داره باز تولید میکنه، عملا جای خانواده‌ها رو گرفته. حسین قاضیان، جامعه‌شناس از واشنگتن، خیلی متشکرم از توضیحاتتون.